اپلیکیشن 724 تقدیم می کند. سلام به روی ماهتون. منکس یه امتیاز خیلی باحاله. الان توضیح میدم. منکس یه جور پاداشه که در ازای خرید شارژ یا بسته اینترنتی به کیف پول شما برمیگرده. خب حالا اول همه کارتای بانکی که باهاش تراکنش انجام میدید و به اپلیکیشن اضافه کنید تا بعدم بگم چی میشه. بفرمایید. سلام. خیلی خوب اجرا کردی آفرین. اینجا رو خوشتیپ ترین. کی به کی میگه؟ خوشتیپ ترین. آخ دلتنگی. حالی میده. رفقا همه جمع و میخوایم ناتو بازی کنیم. به به به. من ناتو رو همین تشخیص دادم. کیه هادی؟ همین تشخیص دادم. این رو نوشته ناتو. همه تو ناتو. همه همون داریم. لو رفتیم. چیکار کنیم والا؟ بله. ببین کیا رو داریم اینجا. حسن مجید. اگه بگم از بزرگتر شروع کنیم میشه از کی؟ خودم گفتم اتفاقا منتظر بودم بگی اول تو صحبت کن بگم به همون دلیل بزرگتر من مثلا 6 ماه حالا هرچی به من احترام بذاری من از همتون بزرگترم پس میشه از این ور بریم سلام من کمندم امیر سلیمانی خیلی خوشحالم که اینجا هستم چون من عاشق مسابقم به خصوص وقتی که با دوستای قدیم کسایی که همکارایی که دوستشون داریم با هم خاطرات خوب داریم کار میکنیم که دیگه نور علی نور میشه ایشالله که یک ساعت خیلی خوبی رو کنار هم بگذرونیم و برنامه خیلی خوبی بشه ایشالی مخلصم دمتون گرم خیلی برنامه باحال مسابقه باحالیه شما باحال میشه همه عوامل گرم کیفش به دیدن مجید آقا کریمی هادی عزیزم چقای خانوم ما کمند خانوم ما خیلی خیلی زیاد خوشحالم که توی این گروه با شما هستم خیلی بهم کیف میده امیدوارم که باحال باشه خوش بگذره مضافه بر این که خودت میدونی چجوری کنج جیگری یعنی اصلا همینقدر دلم برات هر روز تنگ میشه دلم میخواست همیشه بودم پیشت و میدیدمت عزیزم دمت گرم که گفتی بیایم ناتو بازی کنیم ان شاء الله خوش بگذره پذیرفتی چاکری سلطان نفر بعد این نفر کشیدی من گفتم دفاع کردی خب من هادی کاظمی ام خیلی خوشحالم اینجا و از همه بیشتر که بخوام بگم خیلی خوشحال ترم این که خب همه رفقای قدیمم هستن مجید آقا کریمی که از دوستای خیلی خیلی قدیمه و همراه محمد رضا فکر کنم دوستیمون برمیگرده از سال 70 سال 70 32 سال میشه با هم دوستیم توی هنرستان بودیم و با هم و اینا کامران که از دوستای قدیمه خانم امیر سلیمانی هم کلی با هم کار کردیم بازور از قدیمی هم که شقایق هم که اصلا خواهر منه چطوری آبچی خوبی همین خیلی خوشحالم اینجا ما اونجا بازی خوبی بشه حال حالشو ببره من که عروسیه جدی؟ بله شما هستی خب برای ما هم عروسیه آقای المدینی من شقایق دهقان دوربین تو چه جوری کمد پیدا کردی کتاب واسه تو پیدا نمکو مال من آها دیدم منم تو اینجا خب سلام عرض می‌کنم من شقایق دهقانم منم مثل بچهای دیگه خیلی خوشحالم که هم تو این برنامه شرکت می‌کنم همین که در کنار شما دوستان هستم خیلی خوشحالیم از حضورت واقعا خیلی دم شما گرم درجه یک ما منم سلام عرض می‌کنم یادم رفته کی هستم ایوه من مجید آقا کریمی هستم خیلی خوشحالم که
در خدمت دوستان هستم و امیدوارم که شب خوبی داشته باشیم امشب. یه بازی با صفایی بشه. حتما حتما. من یه بار اومدم پسرم رو صدا کنم، بعد گفتم که بعد گفت مامان تو. آره گفت مامان اسم منو خودت گذاشتی چجوری؟ آره تو لحظه اسم بچم رو یادم رفت. گفتم ببین اسم منو خودت گذاشتی چجوری ممکنه اسم منو یادم رفت؟ چشماش دیدنی بوده تون لازم. من میشه مامان یادش برستم؟ اون هم دیدی چجوری جدی و اینا از بچه ناتو رو با مشخصه ناتو بازی شروع میکنی. یک نفر بین شما ناقلاب و کلک و ناتو تقلب گرفته، جواب سوالا رو میدونه، کسی نمیدونه اون کیه و قراره که تو این بازی به مرور کشف بشه. میخواستم رسیدیم به مجید آقا کریمی یه ارادتی که همیشگیه اعلام بکنم و میخوام وقت بازی رو نگیرم، اما نمیتونم ازش رد بشم، بگم که ایشون ناتوه. همه دوستان میدونن ناتو بازی لو میده کار خراب میده. این بزرگوار فقط رفیق شفیق و دوست قدیمی ما نیست، هادی جان میدونه که خود من یکی خیلی بهش مدیونم. گذشته از هنرش و توانمندیش در حوزه بازیگری و صدا پیشگی و آوازم که مفتخر نمی کنه، ولی صدای نازنینش رو بارها شنیدیم. من یکی اگر مجید آقا کریمی نبود اصلا وارد این عرصه نمی شدم و تا ابد محمد رضا همیشه نمیگه راجع به مجید. خلاق بزرگ واقعا سلطان لطف داریم. یه جمله خیلی خوشگل داره محمد رضا، اونم این که بعضیات مولتی فرهنگی ان. مجید دقیقا این برچسب براش درست‌ترین است در هر زمینه‌ای که چه تو بازیگری چه تو همه چیزایی که گفت. قربونتون برم. درجه یک، درجه یک توانمنده. برای من مارون براندو ایه اسپانسر برنامه. واقعا مجید آخه اینقدر تخصصی و خوبه و من خودم لذت بازی کردن کنارش تو تئاتر داشتم. فوق‌العاده است. ما اصلا اگه نمایشنامه خوانیم با هم کار کردیم. بله ما با هم کامران بود، مجید و من و اینو کلا بودیم، خیلی خوش گذشت. اما واقعیت این چیزی که محمد رضا گفت عین واقعیت، یعنی اگر مجید نبود شاید ما ها اصلا وارد این سیستم بازیگری نمیشد. چون ما از این که همه تون میگینیم توی هنرستان بود، ایشون پیشکسوت بودن کلی. ما از این کار جنگولک بازی توی من وسیله بودم دیگه. همچنان که خیلی ها وسیله بودم برای من، منم همینجوری بودم، یعنی کار خاصی نکردم. نه از این هاست انتخاب خودشون بوده. همیشه گفتم ممنونم از این مجید به خاطر چی مدیونشیم. مثل هر کسی که به آدم توصیه میکنه میتونست فقط یه توصیه کننده باشه، ولی توصیه کننده خوبی، توصیه کننده بود که ولمون نکرد، یه دستمون رو گره برداشت. یه چیز اضافه هم بدید. آره یه پولش به کارتم بزن. الان توصیه نداری برای ما؟ خب بشین دیگه مسابقه. اولین مشخصه ناتو. خدای کدوم یکی از اینا جالبه. نوازنده خوبیه. ساز تخصصیش میدونی چیه؟ چیه؟ زنبورک، تنبک، البته رو قابلمه. علی واقعی بود؟ بله واقعا تنبک میزنم رو قابلمه. یعنی بلی نوازنده هست، ولی این شوخی بود؟ چی بود؟ یعنی فقط ویژگیش اینه که رو قابلمه بلده خوب مینوازه روی قابلمه. رو ساز دیگه چی؟ فقط سازش قابلمه است؟ چی دیگه ای نگفته؟ عجیب گفته رو قابلمه خیلی خوب تنبک. اگه نوازنده است چرا رو قابلمه؟ به کدومتون میخوره؟ به کمن نمیخوره. قابلمه الان که داره این کار نمیکنه. من قابلمش بهم میخوره چون غذا درست میکنه. الان جواب این سوال بده، قابلمه به عنوان ساز حساب میشه یا نمیشه؟ اما الان یه جایی میشه دیگه، یه جایی تو ساز نداشته. خب این اصلا به من نمیچسبه، مثلا من هیچ من بلد نیستم. ولش کن، بعد میره سراغ اینکه رو قابلمه میتونه بزنه. قابلمه رو هر کسی میتونه برداره بزنه. رفقا کافیه اینو در نظر داشته باشین گوشه ذهنتون، ببینیم هی میریم جلوتر با توجه به ویژگی‌های دیگه به کدومتون میاد این چیزا. بریم سوال اول. میگه که کدام رئیس جمهور آمریکا چند ساعت قبل از تحریم کردن کوبا بیش از 1000 سیگار کوبایی برای خود سفارش داد؟ 1. ریچارد نیکسون. 2. جان اف کندی. 3. لیندون جانسون. 4. رونالد ریگان. 5.
بیل کلینتون که آخر تریا بوده نیست. نه کلینتون نیست. من تاریخم خیلی البته. یعنی من یه سوالی دارم. یعنی اول واسه خودش 1000 تا سیگار کوبایی سفارش داده، بعدش گرفته سیگارا رو تحریم کرد. برای خودش باش. سیگاراشو گرفته بعد تحریم کرد. الان میپرسه سیگارا به دستش رسید تحریم کرد. کشید سیگارا رو یا نه؟ من بین جان اف کندی و رونالد ریگان. نیکسون. جان اف کندی. من به نظرم کسایی که تو اینا سیگار برگ تو عکس‌ها ازشون دیدیم ریگان. من فکر ریگان من نمیدونم. ریگان که بازیگر بوده ها؟ بله ریگان بازیگر بوده. بازیگر هم بوده. من فکر کنم جان اف کندی. من تو عکسش زیاد دیدم که رفیقمونم از خودش کشیده یا میفروخته. چرا فامیل شما بچه فامیل شما؟ جان اف کندی یا خودش کشیده یا میفروخته؟ من بین این دو تا مشکوکم. دیگه برای خود سفارش داد. اگه برای خودش سفارش داده پس خودش می‌خواسته بکشه. نیکسون تو چه جو گفتی نیکسون؟ مال اون زمانه. یالا ناتو کمک کن اجماع کنی. حالا حتما لیندون جانسون اصلا آدم مهمی نبوده هیچ وقت راجبش. من که هیچ وقت اصلا اسمشو نشنیدم. این آره من شاید این بابای بن جانسونه. دونده آره بابای اونه به خاطر همین بن جانسون سیاپوسته اون چیز دیگه این بابای بن جانسون. آقا من فکر کنم جان اف کندیه. حسام اینو ببین بن جانسون دونده سیاپوسته. اصلا به جز اوباما مگه رئیس جمهور سیاپوست داشته؟ بابا الکی داریم یه بن جانسون نمایش کنه. جدیت این عالیه در تو. کسی که رو قابلمه دنبک میزنه اینا رو اون دیگه شان. چی شد اجماعتون؟ تموم آقا. جان اف کندی. کندی. تو هم میگی کندی؟ من میگم کندی. بسیار خوب. اگه سه نفر میان کندی باشه. اجماع جان اف کندی روشن بشه داد. بابا. دیدی؟ بچه ها به من اطمینان کنید. بی خودی گفتی ما چون بچه معروفشون بود. ما گفتم فامیلمونه. گفتم که آقا ببین این جان اف کندیه. کندیه مال دهیه. از همین سوال اول یه منکس 10 میلیون تومانی مبارک برام. خیلی مبارک بشه. از کجا میدونستی؟ آفرین. گفتم فامیلمونه. کندی تو کارتون بازی میکرد. کندی واسه تون بازی میکرد. آقا مشخصه یا ویژگی دیگر ناتو این بازی؟ واقعا بعدیشو دوست دارم بشنوم. کندی فامیلشه. آقا این بنده خدا که نوازنده قابلم است میتونه مدت‌ها اینجوری نوازنده مایتابم هست اینجوری میتونه مدت‌ها روی نمیشه اصلا یعنی بالریانه نگفته بالریانه ولی گفته که میتونه رو نوک پاش راه بره به نظرم دیوونه به هم نمیخوام من که نمیتونه به هیکل آقا آخر بازی ازش میخوایم این کار رو بکنیم انسانه بالریانه دیگه هادیه من به نظرم ببین کسی که این کارو که زیاد در میاد ببخشید هنر عزیزم بابا ما که نوک پات یه لحظه در بالریانه یک لحظه میتونم بیام یه چیزی بگم کمندم دست کم نگیرینا کمندم اصولا در آمادگی جسمانی و اینا کارش درسته دیگه زمان شوله داره بازی ما وزنمون اجازه نمیده راه رفتن شاید یه لحظاتی بشه مثلا در بالا این اتفاق بیفته ولی اینکه روش راه بری خیلی کار سختیه تو خیلی اصرار داری کامران که کار سختی نه واقعا کار سختی اولا که من با این باز نمیتونم همینجور طبیعیش نمیتونم با هم بذارم زمین چه بسید نوکش بازم خیلی زیاد داره چیز میکنه بعد بیرون دوربین خیلی فیت و کم وزنه خیلی بار بلاش میتونم خلاص اندیل شد و نمیتونم تاکنم شما بیرون از آقا به نظرم با تست کردن میشه فهمید دیگه خب چی شد اومدی میتونی عزیزم ناتو که نمیاد من بتونم قابلیتش هم داشته باشم اینجا که نشینم که وای وای نمیتونم شاید بفهم آقا بذار معلومه الان نمیکنه الکی آقا نمیشه خب آدم میفته خب نمیتونه الان به هر حال فیلم بازی کردن هم میتونیم تشخیص بدیم من میتونم این کار رو بکنم من برعکس میتونم دستم رو زمین باشه اینجوری رو هوا پنجام باشه ببین این شکلی میتونم ولی خودت امتحان هادی پیشنهاد دادی من؟ آره والا من چون تو باله قبلی که داشتم خور اذیت شدم الان نمیتونم کفششو نیاورد کفش خور سخته اینم داشت جالبه قابلمه میزنه مثل بالریانا میتونه رو
پاش را بره تعادلش آخرش میگه برنامه اجرا کنه. آره واقعا میتونیم الان حدسامون رو بگیم همینجوری به هم بگیم کی در طول برنامه همش من همینطوری میگم دارم میگم تو این کمنده اینه اونه همینطوری میگم آره میتونی حدستون بگی پس من حرفی ندارم این خیلی عجیب شد اصلا نوک پای عجیب شد خب قبلمه میتونم حدسی بزنم میگه ماهی ها در آب آلوده کدام حس خود را از دست میدهند؟ یک حافظه شون رو بویایی دو چشایی سه لامسه چهار بینایی پنج عاطفی آخه لامسه شو چجوری میتونه از دست بده؟ ببین لامسه که میشه عاطفی هم که فکر کنم قسمت جوکه سه ثانیه است مسی که چقدر چشماییشون رو از دست میدن دیگه چشمایی چشماشون نمیبینه دیگه گمون بینایی میشه و چشایی هم که احتیاج ندارن احتمالاً به طور معمول چرا باید مثلا ماهی احتیاج داره بشه مزه یه چیزی رو بفهمه نه بویایی هم نفس بکشه آب میره تو دماغش من فکر کنم چشایی باشه چشایی؟ آره دیگه به هر حال ببینیم ما مزه میخوام در آب آلوده اگه باشه مزه رو بفهمه عاطفی میشه اون من فکر کنم عاطفی به نظر من چشایی رو از دست نمیده چون به همش گل و لای میخوره من میدونی احساسم چیه من احساسم اینه که مثلا خود آدم ها در هوای آلوده چشماشون اذیت میشه میدونی مثلا ممکنه اینا هم چون اون آمبیانس تو آب دارن خب مثلا بیناییشون دچار مشکل میشه آب کدر خوب نمیبینن به نظر چیز عاقلانه من میگم عاطفی آره شوخی داریم ما هم میکنیم خب اون چشمه زیر آب این همه آره. چیز نه نه ببین انگار توی هوای کثیف میدونی مثلا ما آدم چشامون میسوزه اینا اونم قاعدتا چه مثلا تفاوتی هم اون ماهیه ما حافظمون آره درسته مثل ماهیه ولی خودمون مثل ماهی نیست تو میگی یعنی بینایی من میگم بینایی من احساسم این داره کم میشه به سمت اجماع بچا یه چیزی ببینی من فکر میکنم که این جور سوال ها یه جوری مطرح میشه که تهش مثلا ما بگیم این بود یعنی اتفاقی واضحه آره عاقلانه به نظر میاد احتمالاً عاطفی مثلا یهو میبینی یه دری وریه مثلا ببخشید یا لامسه یا عاطفی یکی من یا من به لامسه و عاطفی چرا ماهیا دست نمیدن چون دستشون خیلی من تهش مثلا میگیم این بود مثلا ریخت سوال خیلی به این چیزی که میگی میاد واسه همین عاطفی رو میشه رای داد من هرچی میگم عاطفی چون کسی رو پیدا نمیکنن دیگه تو آب گلالو مگه افسرده میشه سریال تلویزیونیه دیگه دنبال جفت میگردن پیدا نه دیگه ماهی ها حیوان ها همین مشکل رو دارن دیگه. آخه حس دیگه حس عاطفیه دیگه الان اون قصه اون واله تنها هست نهنگ تنها نظر نهایی مشکل من نظرم رو عاطفی نیست فکر کنم عاطفی اون شوخی است من احساسم اینه چون جز به حواس پنجگانه برو عاطفی نریم خداییش مثلا لامسه حالا باز مثلا چسته حسمس نداری چیزی من دیگه یه دونه کمک کن من مثلا اعلان نه بریم جلوتر چشم آره یه دونه شو هست کن برامون بین عاطفی و لامسه هست بین عاطفی و لامسه یکی شو هست عاطفی اصلا جز به حواس بین عاطفی و لامسه یکی راست میگه بچه حرف کمند رو گوش کنی اصلا عاطفی جز به حواس نیست بله خواهش کردم از بامرزا که یه گزینه برامون هست کنه بین عاطفی و لامسه یکی شو هست کنه کمکمون میکنه شنوایی شد میتونی این کارو بکنی برامون؟ سه تا کلمه میگم باش یه شعر کوتاه بگو اگه شعر کوتاه تونستی بگی یه گزینه حذف می‌کنم. حذف اینجوریه از این به بعد. چالش داره، شرط داره. ما دیگه گروهیم هر کدوم. سه تا کلمه است. آره میتونیم کمک کنیم به هم فکرامونو بزنیم. لامسه. بعد شعر بگه با اینا. بویایی، لامسه، عاطفی. عاطفی. این سه تا نیست. یه بیت بعد بگی. نیست. این سه تا نیست. بویایی، لامسه، عاطفی. بویایی، لامسه، عاطفی. عادت کرده بودم که پسمانده های این کابوس خواب‌آور عاطفی را تقسیم بکنم بین تمام این حواس ها که پرت تو شد چه چشایی چه بویایی چه بینایی چه لامسه قبلا یه دست داره یه گزینه هست کن برای شعر نوع قشنگ گفتی یه گزینه هست بکنم من قسمت های قبل که دیدم اونایی رو که میارن تو هست نیست جزو گزینه ها به نظرم اینو داشته باشین خب لامسه رو هست بکنم اوکی با هم عاطفیه دیگه بس عاطفیه بفرم بابا نمیدونم تو به نظر تصمیم بگیریم اجماع کنیم آقا اونا که واقعا نمیدونم من میگم عاطفی میسوزا تموم شد وقتت بگیم تو کی نظر من عاطفی. من میگم من کما میگه عاطفی من میگم عاطفی من میگم بینایی شاید منم میگم بینایی کیا عاطفی رنگ 8 دو تا این عاطفی بگیر 3 تا شدی 6 5 4 3 2 1 سه به علاوه یک روی عاطفی روشن بشه.
بویایی. گفتم بویاییه. من گفتم از اون عقب بویاییه. گیر میدین رو عاطفی حساب آدمو خوب میکنی. چی گفت بویایی؟ من دارم میگم هیچ کدومش من از اول کیه؟ خب یه جوری یه نزدیک بشه. من از اول گفته بودم بویایی. عاشقتم مجید. خب بریم یه مشخصه دیگه بشنویم از فکرم. آقا اینجوری بچه رو میندازم بالا قربون صدقه میرن. قربونت برم بچه رو اینجوری میندازم بالا. باباش انداخته بالا نگرفت. تو بچگی اینو انداختم بالا کلش خورده به سقف. کامران دیگه. این هادی. بیمارستان. هادی. کار به بیمارستان کشیده. هادی باش بدرفتاری میشه. باید بیام. الان. باید بیام این پس کلاهاتونو. به حدی که آثارش هنوز نمونده. ببین اینجایی که ریخته بالا من. من نمیتونم اینجا من امتحان میکنیم. اینجا ببین. یعنی من رو پا هم باستم. من بسه کنم. جسارت نماشه. من این قسمتی که ریخته. ببین ضربه هی جایی ضربه توش نیست. این شوخی ها مال هادیه. باهاش هم این رفتار نشده. خودش این شوخی ها رو میکنه. جنس شوخی شوخی هادیه. دیگه حالا ببین کار به بیمارستان چجوری مینداخته بالا؟ ریاکشن آیتمی میدی؟ بابا نهایتا اینجوریه دیگه اه قربونیش برم اه قربونیش برم اینجوری برم هادی کی بوده؟ عزیزم من که نه مغز بچه رو ارده چون تو اون ویژگیه که گفت رو میدونی من هیچ کدومو ندارم تو اگه منو میشنسی که صد درصد میشنسی راست میگه قابلمه تو دوست داری نه آخه بعدم ساز میزنه بلده خب میگه مثلا فلان یه سازی خیلی نامردین یه سری چیزاش هست که به هممون میخوره بله چرا ما نامردیم؟ ویژگی های شما هست. این رفتار با مثلا بابا و بچه توی نسل ما بوده. اعتهای بچه خوشنمکی بوده. همه گوگولی مگولیش میکردم. من که بچه اون اکسامو ببینید اصلا ترسناک بودم. شبیه بچه سیاهی که از بغل شاه ماها بودن. هادی اگه گوگولی مگولی بوده اینجوری محکم نمی کنیدن تو سخت مغز بچه بیاد تو دهنش بارن اینجوری بوده از زور بابا زیاد بوده من این کار رو با یکی بچه ها کردم با تئاتر شهر بگم اینو یا نه آره آره بگو تو سالن شماره دیدی یه این چیز داره پودستار گوشتم واسه نشستم دیگه سخت اندازش یکیه یعنی تو اینجا میای دیگه سقف نزدیک من حواسم نبود که نزدیک به سقفم بچه یه کارگردانو گرفتم قوقولت برن گرفتن اینجا پرت کردم بایدن سری برگشت اصلا بایدن سراغ شده بود اینجا حواس بعد با قدرت پرت کردم فکر کردم همون پایینه تفلی مادرش کلین مرد نه نه ایشالله که زنده باشه نه هست ولی بعد چه شوخی بود الان چه اتفاقی میافتاد این که این پرچه بگیریش من فکر کنم هممون یه دور اینجوری شدیم دلیلش چی بود؟ آقا سوال بعد تصویر باید ببینیم نام این مسابقه چیست؟ خرقلت چوب غلطانی پنیر غلطانی خربازی تپه نوردی شبیه پنیره آره پنیره آره اون این دو پنیر رو کجا دیدی؟ تپه نوردی از این پنیر اون سفیده باید اسکاتلند باشه اون سفیده جلو خب پنیر غلطانی به نظرم پنیر غلطانی برای اینکه یه بارم نشون داد که ما توجه نکنیم بچه من هنوز پنیر رو ندیدم نه بخوای دوباره نشون میدم اونا همون سه باریه جلو ببین این واقعا دست کافی اونا پرد میشه یه باری پلی کنید اینو اینو پرد میکنن آره بعد دنبالش میرن این بیشتر به خودکشی علکی میخوره نه خیلی مسابقه پرمغزیه به نظرم مریضی داره ببین همون فکر کنم پنیر غلطانی باشه چون خرغلط بعد چرا پنیر رو میغلطانن که چی بشه بعدا بعد بریم تو گوگل سرچ کنیم آره چی ببین من نفهمیدم اون پنیره رو داره باش این کارو میکنن یه جور مراسمه بازی اگر مثلا بازی انگلیسی باشه سلام چی میشه انگلیسیش مثلا دانکی قالت دانکی قالت من با گوزی چی قالت چون بیشتر Donkey play. من با گزینه 4 موافقم چون بیشتر شبیه خربازیه ولی گزینه درستش سه. آقا پنیر غلطانی من هستم. بفرما آقا جان. پنیر غلطانی. پنیر غلطانی. پنیر غلطانی. ها؟ آره. پنیر غلطانی رو روشن کنید. دمه این آقا. Yeah!
اینه که با اون پنیره چیکار میکنی؟ یعنی نه نه که یه پروسه مثلا فراوریشه، مثلا بندازی پنیر رو قل بخور دنبالش. بابا جدی نه، جشنواره بچگی ما یه چوب دستمون بود یه لاستیک بی هدف میزدیم با این میرفتیم به کجا میخواستیم برسیم چه اتفاقی بیفته. من این چه تفریحی بود، اینا عین همونه. من این کاری که صدا هم در میوردم باشم میدویدم، افکت داشت، خوشحال بودیم، وقت زیاد داشتیم. بابت چرخیدن اون لاستیک خوشحال. چرا میگم اسم نمیارم، اگه بعضیا اینقدر رو عاطفی تاکید نکرده بودن اون سالم شاید برنده شد. بله من میگم عاطفی. عاطفی؟ آره. من عاطفی رو تاکید کردم. ولی یه چیزی بگم، پنیر و کامران و کمان دیدن، من ندیدم. آره خیلی تو تصویر بودیم. ما یه جلوتر بودیم اینجا، اول تصویر که پلی کرد. من میبینم بهتون میگم. خب پس شما دوتا شاید ناتو نباشین، بلکه اگر ناتو بودین اینقدر سری خودتون رو لو نمیدادین که سری همون اول بگین. از کجا معلوم؟ شاید هم نه. استراتژی میتونه باشه. باش. حالا خانم امیر سلیمانی که باهوشه، ولی من عجیب به این بازی این فرد قابل به نوازی که رو انگشتای پاش را میره، این موجود عجیب دیگه معلوم نیست چش پروازم میکنه. هر روز رأس یه ساعتی که مثلا ساعت یک بوده میرفته مطب یه دکتر زنگ میزده فرار میکرد. تاثیر اون مغز از خورده اون بالا. این دیگه بعد از مدت ها میفهمه اون ساعت همیشه مطب تاثیر میکنه. افسرده میشه. به مدت. آقا من یه سوال بپرسم. این چیزا، این خصوصیتی که ناتو داره واقعی گفته اینا رو یا مثلا خواسته مثلا بابا این چه چیزی علکی هم آدم بگردش؟ من میرفتم سر یه ساعتی زنگ میزدم. همه خصوصیت ها رو همه واقعی گفتن، ولی ناتو میتونه تو دل بازی همه رو برعکس کنه. منکرش بشه. آها مثل بعضیا. من سال ها فاقیه. میخوره تو این کارای شیطنتی میکنی زیاد. من اتفاق خیلی آروم بودم. والا به شقایقم میخوره به نظرم. من برم زنگ مطب مردم رو بزنم در بدم. ما چه میدونیم چیکار میکردی؟ بعد سالها بعد بفهمه که مثلا اون مطب تعطیل بوده تو اون ساعت. من این قسمتایی که دیدم بعد یه سال فهمیدم. ببینم نکته انحرافیای زیاده. مثلا یه آدمی که از همه معقول تر نشسته میتونه بهش نمیبرین یه چیزایی باشه که بهش نیاد. چون که اصلا راجع به این سال هیچ واکنشی هم نشون نداد. ولی من میدونی چی کار میکردم و بچگیمو مجره مدرسه که برمیگشتم اون موقع اسما رو روی زنگا مینوشتم، مثلا قربانی، مثلا محمدی. بعد چیزمون کرممون این بود دیگه، زنگو میزدیم گفتیم آقا قربانی منزل آقا قربانی، مثلا اونم گفتم بله از رو خود اون چیزه، از رو خود اون. یه سوال آسون، واقعا آسون، از همین حالا میگم بگم کی نمیدونه، همه تون جوابشو میدونید. واقعا اسم واقعی فردی مرکوری خواننده ایرانی اصل گروه کوین چه بود؟ مجید آقا کریم. فرامرز میرزایی. غلام حسین پیروانی. فرخ بلسارا. فرهاد میرزاپور. فریدون گلسار. فرخ بلسارا. اینو دیگه هممون میدونیم. گفتم باقلواه. خب ده تا هم بزن. بابا ما نباید بگیم، ما زود میگیم، ما ناتو رو نجات میدیم. اشتباه میکنیم. راست میگی. سوال اینه غلام حسین پیروانی رو چرا باید بذارم جز این گزینه‌ها؟ ببین ایرانی مرکوری آخه
آره ولی بازم باید راست میگی. شاید بوده واقعا. ده تومانه رو بزن. من ولی نمیدونستم واقعا. بچه‌ها مثلا میگفتن از این چیزا بود که ایرانی بوده، نمیدونم چی چی اسمش هم فرخ بوده از این شایعه های. واقعا نمیدونستی که ها؟ نه به خدا. فرخ بولسارا روشن شه. و قطعا هم سبز میشه. تابلو بود دیگه. 10 تومانه میگه بزن. بعدی رو 10 میلیون بذار. خوشحال نمیشی؟ چرا دیگه ما حالمون خوشحالی کردیم به خدا وقت 10 میلیونمون. تو نیومدی برش داری. آقا شو تا اینجا 30 میلیون تومان. وجه رایج مملکت ببینیم کدومو درست چم ماهی رو درست چم. فقط عاطفی رو اشتباه گفت. عاطفیو که به خاطر عاطفی رو متأسفانه بچه‌ها تاکید کردن روش. خب مشخصه خدا بگم چیکار بعدی ویژگی بعدی عجیب ناتو جالب این بازی یه بار که استخر بوده اومدن مثلا با شوخی کنن آبش بدن اصطلاحاً و یه دفعه انگشت کردن تو چشمش چشمش آها و این یه هفته چشمش بسته بوده به عبارتی میشه گفت بیشترین دردی که کشیده خراشیده شدن قرنیه چشمش بوده الان نابیناست آقا این سرش ضربه خورده از لحاظ روانشناختی مشکل اجتماعی داشته میرفته زنگ میزنه در میرفته بعد چشش قرنیهش آسیب دیده انگوش کردن تو چشش الان نباید اونا که پاشم را میره قابل من میناسه اونا که دیگه عجیبه الان نباید اینجا باشه الان بین ما با این شرایط نباید بین ما به شرایط نزدیکتر ببخشید چرا یکی انگوشش رفته تو چش من به من چرا نزدیک چه ویژگیه اون ویژگی اونه که انگوشش تو چش من یه مشکلی وجود تو الان نمیتونی ببینی خیلی چیزا رو چرا من جورم از مونیتور چقدر بیخوا جا تو عوض جاشو عوض کنه خب چی چی استدلالتو بگو من بعد چون چشم نمینه یکی تو بچگی انگوشش کرده تو چشم من که قرنه چشم چشای من که سالم درشتم هست پس من نیستم چشتون درشته؟ ماشاءالله راست میگی مجید یه چیز آدم خیلی سخت میتونه حد بزنه اینقدر درونگراست آدم نمیتونه آره چه دلیلی بود آوردی بیرون بریز عزیزم راحت باش من که چشام درشته چشام سالمه درشتم بچه بود تو مدرسه میشه بودم مجید چش درشتیم ما چشامون تنگه الان خطیره مجید فقط اینطوریه بقیه‌تون اینجوری این خراشون قدیم میدادن که چش تنگ شد به نظر من هادی که علکی داره به من گیر میده این که چیزه به نظر من باز بین من و کم یعنی به نظرم یه ذره ویژگی های پسرونه ایه اینا. چی گفتی؟ ببین مثلا نمیدونم و شاید بر دختر هم پیش بیاد ولی یه ذره برای من اون شیطنته و این توی استخر فلان و مثلا اینا یه ذره به نظرم من هم میالا میتونم زنگ بزنم به خانوادم بگم کودکی هادی کاظمی تشریح کنی چی میشه؟ ساکت، سکوت، توی سکوت یه جور میشه من از بچه که سر فیلم برداری بودم من خودش دارم استخر اما تو که کاملا شیطون آره. بوده هستی میدونیم اینو آقا قبول کن این به توی میخوره این یه دیگه انگشتون رفته تو چشم رسیدیم به سوالی که بعد از این ناتو بازی یکی از دوستان رو حذف میکنه و اون دوست عزیز و بزرگوار از اونجا به بعد میره اون قسمت میشه خدا کنه من باشم میره در جایگاه حذف شده اون سوال که بعدش این اتفاق میفته اینه فاصله تهران تا کدام شهر با هواپیما 724 کیلومتر است 1. مشهد 2. تبریز 3. شیراز 4. اصفهان 5. یزد یزد و اصفهان نیست اتفاقا چرا یزد یا یزد یا اصفهان که اصلا من گفتم یزد یا یزد یا شیراز چرا میگی اصفهان اصلا نزدیک‌تره اصفهان کمتر فکر کنم 3 ساعت باشه با هوا نه کمتر ماشین 3 ساعت بعد اصفهان کنه مسافت 40 دقیقه مسافت یکیه کیلومتر دیگه نه نه منظورش اینه که اگر که با هواپیما یا ماشین کمه پس نزدیکه آقا مثلا هواپیما راهو مستقیم میره ماشین تو پیچ و خم داری کیلومترون حساب میشه آره بعد میره تهران تو اصفهان اصفهان غلطه یا یزد یا شیراز من شیراز فکر کنم خب تبریز و مشهد چون راست توی خطن شما میگین شیراز
تبریز و مشهد چی؟ اصلا به اونو فکر نکردیم. بین این ستا چون شیراز دورتر بود گفتین شیراز. مسافت به هر حال هوایی فرق میکنه. الان بیان یه چیزی رو بیان یه چیزی با هم بگیم. از تهران با هواپیما تا شیراز چقدر راهه؟ تا مشهد چقدر؟ تا تبریز یک ساعت خورده. اصفهان فکر کنم مثلا 40 دقیقه کمتر. شیراز بیشتر. شیراز فکر کنم مثلا یه ساعت 20 دقیقه بیشترینه. از مشهد بیشتره؟ بله بله، چون جنوب میشه، جنوب کشوره. شیراز تا شیراز فکر کنم یک ساعت و ربع فاصله. تا تبریز که یک ساعته. حالا دورترین جایی که میتونیم بریم، میریم کیش. کیش چقدره؟ یک ساعت و نیم. حالا اینجوری باید کمترش کنیم. من فکر میکنم من شیراز و یزد رو رای میدم. من به یزد که نه، شیراز. من بین مشهد و شیراز فاصله تهران تا گدام شب با هواپیما 724 کیلومتره. چون با ماشین که میریم پیچ و خمار هم حساب میکنن کیلومتر بیشتر میشه. اجماع بفرمایید. شیراز. من شیراز الان اینجا هم، ولی شیراز. منم شیراز. منم شیراز رای میدم. من تهرانم. دو تا شیراز. من بین مشهد و شیرازم. مشخص کنید فعلا دو تا شیراز دارید. چون با هواپیما یه اندازه تو راهی میریم. مشهد یه ساعت و 20 دقیقه، یه ساعت و ربع. تا شیرازم یه ساعت. مشهد یه ساعت و 20 دقیقه نیست از تهران. چقدر؟ آره کمتره مشهد. تهش خیلی دیگه. حالا هواپیما شل بره جیمبا باشه یه ساعته. گاز نده. وایس. چجوری بره هواپیما؟ دی وایس. خسته باشه حالا آزاد. مسافر تورایی هم میزنه. یه دو تا ایسکا واسه. به جنب وای میسن واسه یه چیز. هواپیمای پیر. خسته. نه هر که اجماع کنم. شیراز چند تا شد؟ ما شیراز. چهار تا شیراز دیگه. شیراز روشن بشود. دن 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 دن. نیست. من گفتم مشهد. عزیزم ناتوی شما دیگه. من اگه ناتو باشم میام اصرار میکنم بگم مشهد. شاید من بودم میکنم. آقا تنها کسی که رو مشهد اصرار کرد شما بودی. خب برای اینکه تو نقشه میگم اینجا تهرانه، اینجا شیرازه، اینجا مشهد. نه دیگه، یعنی دیدی من نیستم. خب داری رد گم میکنی. من اگه ناتو باشم که میگم مشهد حرف نمیزنی. آقا من ناتو هم میام همه میگن شیراز، من میگم نه 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 مشهد. آقا پاکت ها رو بردارید، پاکت ها رو بردارید. بچه بچه این چه تونتون نیست، اصلا به ما نگاه نمیکنه. من ایکسی که گفته بودم بهتون چی جوری به دست میاد. هر موقع تو اپلیکیشن 724 شارژ یا بسته اینترنتی بگیرید، اون امتیاز من ایکس به عنوان پاداش برمیگرده به حسابتون. حالا بعدا میگم چجوری خرجش کنید. خب حدستون کیه؟ الان کی حذف میشه؟ کی حذف میشه؟ من. تو حذف میشی؟ شاید هم یکی از ما خانوما. من فکر نکن. خیلی خیلی شبیه این که خطر داشته باشیم نیست. مجید تو چی هضم میشی یا نمیشی؟ من فکر میکنم شهاب حسینی هضم میشه. ربطی نداره. چون کسی به تو شک نکرده اتفاقا تو رو میذاره. از تو بچه‌ها کی هضم میشه به نظر؟ من فکر میکنم خودم. تو هضم میشی؟ خودت به خودت رای دادی. آخه این قانون نبود. ناتو نمیشه به خودش. دارم رد گم میکنم دیگه. نه مجید نی. خیلی خب دیگه اعلام شد تو گوشم که اعلام کنم چی هست میشه. بگونی منم ناتو. واقعا بگونی منم. تو ناتو نیستی. ولی اونی که هست میشه منم الان. تو اونی دیگه تو هست میشه. خب
خب ببینیم کیه. اون آدمی که الان این وسط بین شما نشسته، اون فریبکاری که نامرد نوازنده قابلمه است، رو پنجه پاش راه میره، سرش ضربه خورده، سرشو کوبیدن تو بچگی به تاق، مغزش تکون خورده، کرم داره، میره زنگ میزنه مطب دکتر، زنگ مطب دکتر رو میزنه، فرار میکنه، سواد نداره ببینه ساعت کار مطب چیه، اونم با یه چش خراش خورده. این شخص به راحتی مجید آقا کریمی رو حذف کنه، میره حذف بفرما. بفرما. تمام شد. تمام شد. تمام شد. من وسعشو دارم که تنبک بخرم بچه ها. قابلمه چیه؟ خدا. خدا. عزیز دارم. اف شد مجید جون. مطمئن بودم ناتون نیست. تا حذف کرد. به هر حال. چطوری مطمئن بودم؟ باید موزک شدیم با هم بابا. خب میخواستم اتفاقا همینو بگم. مجید دادم یکی اتفاقا تنبک خوب میزنه. حالا بقیهش نمیدونم ولی تنبک زدن اتفاقی که افتاده اینا رو من اگر می بود حتما ما میشنفتیم. اتفاقا دوستش که میشناستش حذفش میکنه که شناخته نشه. من احساس هم آها حالا میدونی ویژگی بعدیش چیه؟ میدونی از خصوصیات و حقایق زندگیش بعدیش چیه؟ من بگم همینجوری میاد پایین سرش زرد خورده چشمش گردنش شکست دل و رودش طبق یک اتفاقی کلیهش فروخته نه دیگه برامالا سرش نبید از یکی از علاقمندیاش حرف زده عاشق شوفریه خب راننده جاده باشه من که رانندگی نمیکنم. مثلا جاده و اینا رو ولش کن. من تو خودت شهر. نه گفته که این کار است. گفته عاشق این کار. دوست داره این کارو. یعنی اینو تجربه نکرده. بچا بیتاروف من با اینکه ناتو نیستم، اگر ناتو بودم هم چیزی اعتراف نمیکردم، دارم اینو میگم. من عاشق شوفریم. همه میگه عاشق رانندگی کامیون. من عاشق رانندگی ام ولی تو جاده و فر جاده. عاشق این اینه که شوفر. اصلا تریلی ماکا هستم. اونا عاشق اونا اونا عالیه اما من نیستم نه من علاقه مندی ماشین نیست اصلا من موتور خیلی زیاد دوست دارم هادی من 15 سال رانندگی نمی کنم من عاشق عاشق میرفتم واسه رانندگی عاشق عشق من مثلا هواپیما رانندگی بلد نیستم باش بکنم رانندگی خلاص دو بزنم رانندگی هواپیما فکر کنم من جزو ویژگیام گفته باشم عاشق رانندگیم خیلی بد سعی کرده باشم منحرفش کنم خانم نمیخوره یا منم یا تو دیگه این ویژگی به من و تو میخوره این شبیه آرزویه بله که مثلا خیلی از خانوما رو بپرسی میگن بله. که آقا مثلا من عاشق اینا میرم سربازی میگم سربازی چیز ناجوری خسته میشه داغون میشه دیگه نه سربازی چه جوری داره سعی میکنه برگردونه برعکس منو شقایق انقدر آرزو داریم که این آرزوی بلدی برامه آخر بازی میای میپرسیم تو واقعا اینجوری آخر بازی همیشه میبینیم یه چیزایی متعجبمون کرده دیگه تو اصلا اجازه بدیم ما با آرزوی دیگه ما فکر میکنیم همدیگر هم میشناسیم آره جام میخوریم خب مردی که نامش در کتاب گینس به عنوان تنها فردی که فیل را بلند کرده به ثبت رسیده است کیست من بگم میدونی؟ میخونم گازینا ها رو قبل از خونده بگو آقای همین پهلوان خودمون اسمش یادم رفاله الان میگم گازینا ها رو ایرانیه رونی کولمن آرنولد شوارتزنگر نه بابا شوخیه دوریان یتس هارفورد گودمنسون خلیل عقاب خلیل عقاب آخه خدا رحمتش خلیل عقاب خلیل عقاب من دیدم عکسشو واقعا فیلو بلند من سیرکش هم رفتم فیلو کجاش بلند کرده گینسشو نمیدونم من نمیدونم
نه عکس رو دیدی کمن؟ ببین من پیگیریش میکردم تا همین تازگی فوت کرده در 92 سالگی، ولی من سیرکش رو رفتم با عکس چطور بود؟ عکسی که دیدین چطور فیلو بلند کرده بود؟ تو فیل دیگه تو عکس نبود که، خودش تنها تو کجا میدونستی اینو؟ خب من دیگه لازم نیست من اطلاعات خودم به رختون بکشم، اطلاعاتم خیلی بالاست عزیزم. خب معلومه بهش گفتم معلومه خودمون چیز اسمش یادم رفت اطلاعاتت بالاست. خب ممکنه اسمش یادم رفته باشه. خب رفته بوده. خب قبل از مسابقه خب اینجا شک نمی‌کنی؟ بابا مگه من ناتو باشم زرتی اسمش رو نمی‌گم که. الان بابت این به هادی شک نمی‌کنم. الان یک سوال دیگه دارم. اگر که توی گینس به ست رسیده پس یعنی اصلا حتی در حد شایعه که بگی یه روز انقدر میگه عکسشو دیدم. عکس داره مگه فیلو بلند کرده؟ نه من عکسشم ندیدم. من طبق گفته خودش من شنیدم تو یک مصاحبه ای بود فکر کنم یه همچیزی اشاره کرد. باز میگم فکر کنم اصلا حالا اصلا ولش کنید. بیا اینجوری بگیم. رونی کولمن خب که بدنساز بود. آرنولد هم گیش. دنبال این کارا اصلا نمیرفت. اذیت میشدن. اون هارتر که مارکر هم بارم. من که اصلا هیچی اصلا نمیدونم کیه. شما میدونید؟ دوران یس هم که اونم قهرمان بدنسازی خلیل عقاب داریم که از این کارهای عجیب میکرد. حرکت‌های خاص می‌زنن. الان این تعریف کردین یعنی؟ نه به خدا دوست دارم. نه ببین من الان مسئله‌م اینه که حتما خلیل عقابه. خب یعنی اصلا شکل سوال به خلیل عقاب شبیه این هست. خب ولی ماجرا الان اینه که خب ناتو کیه؟ او که جوابش الان هادیو گفت. شاید من غلط گفته باشم ناتو هم جام شاید غلط دارم میگم. ببین من اول چیز دیده بودم ها، من کسی رو دیده بودم خر اسب اینا رو بلند میکنه آخه فیل شوخی نداره آخه اصلا اون حجم از وزن فیل از تنها بازمونده نسل دایناسورها مال اون از اینقدر حیوان عجیب. من احساس میکنم هادی چون رفت تو مزان اتهام اومد خودشو پاک کنه سری گفت از این مجسمه قسمو دارم میگم من به هیچ نظری نمیدونم خودتو انتخاب کنید اجماع. نه 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 جدی خواهم اینم چی میخواد بشه اجماع خلیل آقاب خلیل وقتی خب من به احترام میذارم به هادی اصلا شکل من سوال من شبیه اینه که تو به جز اون جواب دیگه ای ندی. روح شاد روشن شد. روح شاد خلیل آقاب ده ها بردار بیار آقای علی بالیکلا به روی چشم قول میدم ده های زیادی رو بگیریم. به به ماشالله 10 میلیون تومن دیگه ذخیره شد رفقا. 40 میلیون تومن تا اینجا جمع کردین؟ خیلی کمه احساس ببینمه چرا؟ باید خیلی یه دونه سوال شما شروع میشه میایی نزدیک اصلا تصویر هاجوم میاد اومدم ببینم چه سره اینجوری میگن سلام ما تعجب کردیم میگن نه هدی عادی میخوام مشخصه بگم دارم نگاه های مشکوک میکنم ببینم نه این ولی خوبه نیستم. که خود محمد رضام نمیدونه ناتو کیه تو نمیدونی واقعا اصلا من بدونم که نه لطفی داره نه به در نمیدونم نمیدونی نه کجا بدونم چرا من نمیدونم که نه یه مشخصه احتمالا ناتو تو صورتش داره که اومده این کارو میکنه. میخوام ببینم که کی خط اون انگشته تو چشمش تو قرنیه‌اش چشمای مجید از درشت اون راحت میتونستی ببینی. بنده خدا چی گفت؟ گفت چشمای من که سالمه درشت درشته و سالمه یه سری کور اینجوری برای مجید عاشقت داشت. ببین مجید یه چیز دوگانه‌ای داره دیگه چون خیلی ساکت و آروم و درونگراست آدم مثلا میگه نکنه مثلا خودش داره لو نمیده. آره فوبیای ناتوی بازی میدونی چیه؟ خفگی تو سونای بخار همون هم یه چیز استخر هم میرفته استخر میرفته ورزشکار کلن ناتو ببین چی من؟ چی شد؟ یا چیم چرا فکر کردی بسنی وسط یا من رو قابلم و رو جای فلان و بعد سونه عشقش آرزو شوفر شدن فوبیاش خفگی در سوناست سونای بخار بچه ها من یه احساسی دارم کامران خیلی داره سعی زیاد داره سعی میکنه بگه آره. ناتو نیست آره آره نه من چه یه اصرار عجیبی داره سر هر کدومش من داخل دارم تحلیل میکنم اینا رو با هم دیگه تو دل تحلیل کن چشم باش بقیه اشو دو دلم دارم نه بکن
ببین میاد من ترسم مونده نیست من ترسم خیلی معلومه خیلی خب بریم سوال نگاه کن ببینم عزیزم قرنیم هم سالمه ببین بذار ببینمت بر اساس آزمایش دانکن مکدوگال وزن روح چقدر است؟ آه این سوال هم باقلا باست 1.21 گرم 2.69 گرم 3.85 گرم 4.36 گرم 5.250 گرم 21 گرم فیلم جمع هست 21 اجماع روی 21 روح باهوشی هستیم خیلی خوب گزینه 1.21 گرم روشن اینم مثل یه انگولتایی در یک لحظاتی میاد آقا مثل فرق و میگه من تو رو ببینم ببینم تو زی هستی هادی کاظمی 50 تومن غیر قابل برگشت بازیگر یه دونه است واقعا من چاکرتم نگو اینا رو 50 تومن غیر قابل برگشت خب خوبه دیگه 50 تومن شد بالاخره مشخصه دیگر ناتو عجیب غریب این بازی بازیگری که صداش کلفته ایشون میتون چیه؟ چی چی؟ بازیگری که صداش کلفته با کامرا قبلا صداش نازک نبود نه بابا همیشه همینطوری بود چرا آرمانو کلفته تو ده سالی هم یادت نیست یادت نیست مگه همه فکر میکردم ادا در میارم من هر دفعه دارم صداش کلفته شده ببین کامران صداش گرفتگی نداره بعدم به صدا آفرین بعدن اون ماجرا پیش اومد و امیر داش لو کردم تو آفرین خب این توی حموم این توی چی ببخش توی سونای بخار این شکلی داشت خفه میشه داری چیخ میزد نه بعدن یه اتفاقی افتاد که اینطوری شد یه ذره خشش بیشتر آقا ناتو این بازی ببین چه توانایی داره بعد از این جرایی میتونه یک نفس طول یه استخر رو بره و برگرده شناگره خیلی همه چیزاشو خب اینو به هم نمیخونه آخه مگه میشه تو فوبیات سونای بخار باشه بعد طول استخر رو بری بیاد نفس تو نگهداری ایشون شروع کرد شناگر خوب گر خوب گر خوب بابا همه چی شبیه من اما من نیستم هادی ولی شناگر شناگر میدونیم چی شناگره هادی خیلی هم قابل نوشه زیرابی هم قویه ولی یه بار از این وره از دم بندرعباس تا کیش شنا کردی؟ با قایق رفتم من اینو من چون بگم من چون سیگاریم عرض نهایتا میتونم شنا بکنم به طول نمیرسم نفسم اونقدر نیست این فکتو میارم که بدونی خیالت راحت شه من شناگر عادی هیچی نمیگی؟ من؟ دارم میگم تاییدش میکنم نه در مورد خودتون چی نمیگی؟ نه 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 تاییدش میکنی که چی؟ چون میگه نفس ندارم آره ندارم نمیتونم. من نفس طول شنا کردن ندارم شنا کنم من آخه الان بگم وقت فکر میکنم دارم چیز میکنم من اصلا مشکل ریه دارم حجم ریم پرونده پزشکی دارم 3 ساله حجم ریم کوچیکه و 3 سال دارو مصرف میکنم به خاطر اینکه اکسیژن دوتاش که خیلی میشینه اینکه تو عاشق شوفری یکی که تو شناگری الان و تو میتونی این طول رو شنا بکنی این دوتا خیلی رو تو میشینه رو من نیستم دیگه چرا باید قبول کنیم حرف تو آقا مگه دیوانه من بگم اینا رو هستم میتونم مثل شما مثلا اصلا ماجرای سوال خلیل عقابم خیلی تو ذهن منه که تو تا گفت جینس و اینا تو من بدونم من بگم من خودم دارم جوری بازی میکنم تا آخر بازی باشم ناتو منو بیرون نمیندازه چون میگیم به این همچنان ما مشکل پول ساز داریم که من واسه پول موندم من میگم این پول ساز داریم نگاش داریم بریم یه پول سازی کنیم یه دشت دیگه داشته باشیم کدام حیوان هنگام بالا رفتن از درخت دستش را با شاخه اشتباه میگیرد برای بالای درخت به پایین پرت میشه فکر کنم از این تنبل دو انگشتیه گزینه ها اولاق تنبل تنبله میمون درختی سنجاب کوالا یا کوالاست یا تنبله تنبله
ببین دست خوشو اون یکی که یواش میره بالا آره تنبل دو انگشتی بهش میگم ولی بالا هم آخه اونطوریه چرا یه انگشتشو کم کردی ببین نه دو انگشتی فکر کنم تنبل سه انگشتی معروفه بله سه تا است فکر کنم دو تا شاخص خودشو میگیره آره این شاخص البته کوالا خیلی از نظر هوشی سطح هوشش پایینه یعنی معروفه به این که خیلی هوشش کوالا آخه کارش کوالا میچسبه کوالا نمیذاره دست خودشو جای شاخه درخت میمونم که اینقدر زبله داره مدام میمون آره سنجاب هم همینطور بین تنبل من و کوالا من اولاو رو شاخه درخت نمیتونم تصور بکنم واقعا نه بین تنبل. این دوتاست یا تنبل یا کوالا میچسبه میمونه ثابته خیلی حرکت نمیکنه تنبله که اولاغ باشه یا مثلا اولاغ اجماع تنبل سنجاب هم که خود دستش خیلی کوچیکه اجماع روی گزینه دو تنبل قوی آفرین 50 تومن زدی نه بیشتر 50 60 مجید به تو قول میدم من اینو تا 100 میلیون خواهم کشون مجید من اینجا واسه پول در میارم نگران نباش آره حتما دو تا رو تا حالا نگفتی این آره دیگه دو تا چا بیا 80 اگه بردی نفری 20 برداریم بریم چشایی و اینا 10 میلیون بده به یه نفر بدیم که بشه کنه به 60 میلیون تومان رسوند. بنویسین؟ واقعا؟ بله. ببین به چمن میخوره به چمن میخوره به کامران هم میخوره حالا هدایتگر بازی مخفی میاد مخفی میره برو زودتر اعلام کن ببینیم کیه یه چیزی از این منکس ها مونده بود که بگم من سوال کنم جان این منکس ها رو چجوری میشه خرج کرد؟ باریکلا همه اینو میخواستم بگم واقعا؟ بله آقا کاری نداره تو گوشیت برو تو منوی با من تو اپلیکیشن 724 خب مقدار منکس تو اونجا نوشته اینه شبیه کیف پول و اینا که تو انقدر اندوختت تو آفرین هم خرید کن پرداخت کن به همین راحت واقعا همینقدر راحت بله اینجوری خیلی به حالتر میشه دیگه چون اون میاد اونجا جمع میشه من منکسر تو به راحتی میتونی خرجش کنی باشه هم خریده تو بکنی هم پرداخت کنی یعنی از خریده که میکنی بنا به اون خریده یه درصدی اصلا ذخیره میشه به عنوان پاداش ذخیره میشه خیلی باحاله من فکر کنم خیلی بورسش سخت‌تر از این باشه بلند شو میشه اونجا وایسی فرض کن گوشی دستت داری چیز میکنی آن گوشی آن پنهان کردی اونجا آره فکر کن گوشی دستت داری خریدت انجام میدی خب. همینجوری برو پیش مجید برو پیش مجید ای نوما خب من اکسان برم اونجا همون آره برو پیش مجید مجید همه هنگ کنیم افتخارش دست بزنیم چرا خوشحال شدی اینقدر؟ خوشحال نشدم، خیلی ناراحت شدم به تو واقعا برای اینکه گزینه مناسب میتونست باشه من فکر نکنم بهش بخوره اتفاقا بهش میخوره اون آخه تو فوبیای آب داره فوبیای خفگی نداره فوبیای آب داره چیز کرد، داشت تعریف میکرد که عشق استخر داره و آره بابا هادی وزه شناگره ای حیف شد سوال پرسیدم بیرونم کرد نه آره گفت همونو بلند شده همونو برو دوباره
ولی یه چیزی برای من خیلی عجیبه، اونم اینه که کامران، من خودم خیلی روشیز بودم که من مضمون بودم، آره، ولی نه، حذف کردنش عاقلانه نبوده، یعنی به عنوان یه مضمون کاش که نگه داشته میشد. آره به نظرم خود دقت انتخابت بند. حتی من به تو هم مشروع کردم. توی ما سه نفر دو نفر شیطون و طنازن. یکی توی یکی شقایق. من اصلا. من چند سال بامزه شده. آها یکی منم یکی کمند. آره من چند سال بامزه شده. همه این خصائصی که تا اینجا گفته شد، ویژگی‌ها و خاطرات و به صف کوبیده شدن و قابلمه و فلان اینا، مال یکی از شما ستنه. خب یکی از شما ستاست. من اصلا داره سیمپیچین به هم میریزه. نه راجب هر ستامون اینو خود تو حدس میزنی که یکی از ما ست، یعنی به هممون میخوره، به هر ستایمون میخوره، بیشترش به همه تون میخوره. الان ویژگی بعدیش اینه که آشپز خوبیه. آی بابا فسنجون خیلی خوب درست میکنه. خب ما دوتا میتونیم آشپز خوبی باشیم. و اونم آشپز خوبیه. آقا هادی هم میتونه خوب. آره مشکل اینه. این میتونه باشه. نکنه خودم نمیدونم. نه تو فسنجون خوب درست میکنه. در کارهای خونه، امور فنی کارهای خونه و اینا هم قشنگ وارده. خب این علیه نکته انحرافیه که چون هادی آقاست مثلا کار فنی به هر حال شاید بهتر از منو کمند داده، ولی از کجا معلوم کمندم کار فنی بلد نباشه تو خونه؟ خودت چرا بلد نباشه به هر چی کار؟ من میرسم به کار فنی. خودت چرا بلد نباشی؟ مبرا میکنی بود؟ منطقی گفت. آره. بله. ولی من بچه واقعا بلد نیستم، یعنی من هادی تو میدونی، هادی من یه لامپ بلد نیستم عوض کنم. آشپزی هم خوب نی؟ نه خیلی آشپزی هم خوبه. شنیدم زرش بوله. ببین شده ناتو باشم بعد بگم آشپزیم خوبه. گفتی فسنجون خوب درست میکنه؟ مثلا من فسنجون اصلا خوب درست میکنم، آشپزیش خوبه. مثلا فسنجون خیلی خوب درست دیگه، شما گیلکید دیگه. مامانه ولی واقعا فسنجون تا حالا درست نکردم. به من مشکوک نشی. مامانم هم درست نمیکنه. ما میرزا قاسمی باقالی قاطق از خطه شمال درست میکنه. سیاه فسنجان درست نمیکنی؟ مثلا همین هر وقت میریم رشت هر روز من صدا میریم فسنجون میخوریم. آره ولی فسنجون اونو خوب درست میکنه. سخت شد، خیلی سخت شد، سختتر شد. سوال بخونیم، ثروتمندترین مرد تاریخ کیست؟ یک ایلان ماسک، دو مانسا موسا، سه هنری فورد، چهار جان راکفلر، پنج اندرو کارنجی. راکفلر که خب خیلی چیز بوده قدیمی. آره ولی خب خیلی، ولی ایلان ماسک الان میگن خیلی پول داره. راکفلر من هیچی نمیگم، ببینم چیکار میخواد بکنی. شما چی میخواد؟ ببین من هم حالا یهو مخفی شد واسه نه حالا ببین الان واسه مهم راکفلر. شد دیگه. من که ناتو نیستم، این که 100% اصلا. خب منم ناتو نیستم 100%. باشه حالا میبینم. بچه یه چیزی بگم، من نمیدونم چه جوری حساب میشه. خب احتمالا مثلا اون اندازه که راکفلر پول داشته اون زمان، خب که خیلی ثروتمندترین بوده، الان مثلا ایلان ماسک مثلا به نسبت از اون بیشتر، ولی باز نسبت به تاریخ هایی که ثروتمندترین هنری فورد هم میتونه اضافه کنه. هنری فورد هم جزو پولدارترین ها بوده دیگه، کلا کارخونه فورد و اون جی ام و همه چی. یهو میفهمیم اون حذف گزینه میخواد آندرو کارنجی و مانسا موسا رو اونا رو حذف کنیم. باش چیزی که ازمون کم نمیشه. حذف کردی؟ میخواید حذف کنیم چالش بدم؟ بابا اصلا تا حالا یه دونه هم حذف نکردی. حذف کن دیگه. نه چرا دیگه چالش داد حذف کرد برام کدوم؟ بعد میگه شعر بگو نمیدونم چی چیه. مفتی حذف میکنی؟ من شعر بلد نیستم. اگر چالشی که میدم بپذیرید چرا حذف میکنیم؟ مثلا اگه هادی کوچولو باباشا بشه حذف کن. سوال با باباشا بخونه برامون، یه گزینه حذف می‌کنیم. نه مثلا به من هم میگفتی یکی از تیپاتو بازی کن، من بازی نمی‌کردم. گفتم نه نمیگیم بازی کن که میگیم با اون تیپه بخون. سوالا رو بخون.
به همین راحتی. شما بخونی یه دونه حذف می‌کنیم، شما بخونی یه دونه حذف می‌کنیم. من که همش همینجوری آدم مثبتم، همینجوری هم تو کم من همونجوری بخونم. من بخوام ریگ به گروه کمک کنم، چشم می‌کارو می‌کنم. بچه‌ها می‌دونی خودت هم اصلا این کارو می‌دونم عزیزم. پول می‌گیرم انجام میدم. هرچند خودت هم می‌دونی پول می‌گیرم انجام میدم. جان، ثروتمندترین مرد تاریخ کی هستی؟ خدایش به نظرم الان با این کاری که کرد انگلیسی هم باند ایلان ماسکیه او منسال موسیو سه هنری فورد چهار جان راکفلر پنج اندرو کارنجی. من یاد دیدم الان چهار تاشو حذف میکردم. یارو نمیتونه جمع کنه. دو تا برات حذف میکنم. دو تا تو رو خدا. آقا ایلان ماسکو حذف میکنم. یکی دیگه هم حذف کن. فورد هم حذف کن برامون که او بگی راکفلر. ایلان ماسک، هنری فورد حذف. دمت گرم هادی. راکفلر. فکر کن آقا اون آقای موسا باشه. اگر اون باشه خانم. من اصلا نمیشناسم آخه اونا رو. همیشه شنیدیم میگفتن فلانی راکفلر کوچیک که بودی. ماشین چی داره از اینجا تا اونجا. گفتی فورد و ایلان ماسک هست. هست شد دیگه. مانسا موسا و من اصلا مانسا موسا رو نمیشنم. بعضی هم اصلا یه ها میبینی اونا علکیه نه. اسم اونا رو نشنیدی هیچ وقت. خب شما هم یه بار با اون کاراکتر بخون باز گزینه هست شد دیگه. میتونی؟ بله من که آپشن خوبی دادم. ثروتمندترین مرد تاریخ کیست؟ خب ایلان ماسک هست شد. خب هست شد این آقای ولی تو گزینه ها رو بخون. موسا هنری فورد هم که حذف شد. راکفلر نه. گزینه پنجم. گزینه چهارم. باش بچه من گار دارم تلویزیون نگاه میکنم اینطوری کنم به خاطر هنرنمایی شما هم من میگم راکفلر چون قدیمی بوده اسمش رو آوردن گولمون بزنن. راکفلر هم حذف میکنم. بابا دیگه پس خب الان چند تا فقط مانسا موسا موند و آندرو کارنجی به خاطر کمکی شما به تیم کردید. ببین من هیچ هنری ندارم بهتون کمک کنم ببخشید. خب میتونی فقط الان بگی از ناتود استفاده کن و بگی میخوای یه شخصیت خلق کن. بلد نیستم بابا من خیلی بازیگر ساده‌ای‌ام. نمیشه کمند همینطوری بخونه یه دونه سه تا هست شده بچه ها بین دو تا انتخاب کنیم. خب یعنی یک الان اون آقای مانسا موسا و اندرو کارنجی بر دیگه. خب شانسی میخوای کارنجی رو بریم میخوای رد کن بعد میشه بعدن برامون توضیح بدین چی کار کرده که ثروتمندترین مرد تاریخ جهان از ایلان ماسک بعد از این قسمت بعد برید گوگل. امپراتور بوده. آها کار خاصی نکرده خودش. پس مانسا موساست. مانسا موسا بله. آره. اگه امپراتور بوده. اگه مثلا مال برونه ای که ثروتمندتری ولی من اسمش همی الان هم نمیدونم چی. آره. راست می از این کشور های مثلا مدل مانسا موسا هستی؟ بله. امیدوارم درست باشه چون خیلی زحمت کشیدید برای سوال. مانسا موسا روشن شود. ولی با چه بدبختی رسیدیم به جواب. امپراتور کشور مالی بوده تو قرن 14. 10 میلیون چوبان دیگه جواب. البته 10 میلیون براش هیچی نبوده واسه اون آقای مانسا موسی راز میگه. اینو به نظرم 20 میلیون بذار. خیلی تلاش کردیم. نشستن گناه دارم بذار. میدونی چقدر جمع کردی؟ چقدر 70 میلیون تومان جمع کردید. و الان میخوام مشخصه آخر اون کسی که موزیانه بین شما ستا نشسته رو بگم. بگو. رفته بالای نردبون تاشو از اینا نردبونه یه بسته شد اومده بینش گیر کرده. خیلی بسته الان میگه نکن. رفته بوده بالای نردبون. چجوری رفته بود حالا اولا اومده از این نردبونه آتش نشانی تو اینجوریه این رفته بالا تا میشه. خب
چجوری میشه؟ رفته کار فنی، غذا رو گذاشته رو گاز، فسنجون رو گذاشته رفته کار فنیشو بکنه، لای نردبون گیر کرده. ببین فسنجون رو گذاشته رفته با قابلمه یه ذره نوازندگی کرده، بعد که پا رفته با نوک پاش رفته بالای نردبون اومد و وسطش به هممون میاد. کدومتون این آخه؟ الان به کدوم مرحله ایم؟ الان با سوال داره؟ الان آخرین سوال مونده، اینم آخرین ویژگیش بود. آخرین ویژگی ها تموم شد، الان مونده سوال آخر. سوال آخر رو بریم، بعد بریم جنگ دیگه. من خیلی هم از سپن شنیدم تو خیلی شیطون بودی. من واقعا شیطون نبودم. سپن برای که خودشو توجیه کنه. بریم بپرسیم. من سپن پرسیدم میگفت شیطون بودی. خب میگه می‌خواد خودشو توجیه کنه دیگه سپن. دوستان سوال بعدی رو نمایان کنید. واقعا نیستم. سوال آخر، نام جنگلی در ژاپن که به جنگل خودکشی معروف شده، یعنی است. یعنی اسم همه جنگل ژاپن رو باید بدونی، یه دونش که توش خودکشی یا رفته باشیم اونجا برای خودکشی. من رفتم بچه، الان بهتون میگم. خب من رو نگاه کنید. آونیگارا گزینه اول. بابا نمیدونی. آینه من براتون، من براتون ژاپنی. آونیگارا. آها کمن دیگه این کارو برام، من براتون ژاپنی میخونم گزینه. خب آفرین. آونیگارا اینجوری مثلا. خب چه بیاد بعد پشت هم زرنگی لهجهش چینیه. خب پس بذارم من بخونم شما هم بخونم. من دورگه چینی ژاپنی هم ژاپنی سامورایی بخونم. دورگه رشتی چینی ژاپنی. بعدیشو شقایق بگیر. من دورگه رشتی ژاپنی. دو رو تو بخون ژاپنی بخون. نیگر هارا. آون نیگر هارا. آره ژاپنی بگو. نمیتونم تو بگم. آیا تو گفتی؟ آونیگارا. آونیگارا. سومی چیه؟ سومی آو. تو مثل سامورایی‌هارا. چه آو کیگارا؟ تو مثل سامورایی‌هاشون میگی، من مثل اون خانمای خونه‌شون میگم. چهارمی رو تو بگو یه بار. ژاپنی بگو باشه. آو کیگارا. اوزوزنا. این که همش یه شکلیه به نظر میاد. آقای مجید نیست تو این قسمت چون چشاش درشت شکل ژاپنی. لهجه مال پشت ژاپنه. آخری هم پشت ژاپن. آونیکا. بابا این اصلا سوال هیچ چیزی نه، هیچ جوری چی باید جواب بدیم آخه. آونیکا هارا. ببین من فکر البته من حرف نمیزنم، من جواب میدم. چه جوری جواب؟ من میدونستم، من نمیتونستم تشخیص بدم بین اینا کدومه. من ناتو هم عزیزم. قبل از مسابقه هم بهت گفته باشن تو چجوری تو ذهنت مونده الان یه دونه ر و گ و ه جا به جا بشه؟ دست تو اینجوری نشون بده ببینیم. آخری چهار. آخری دو. من بگم ببین، هاراگیری که خودکشی ژاپنیاست معروفه. اون هارا احتمالا به خاطر همونه، از روم وام برداشتن یه جورایی. اونی که همشون چون میگه جنگل خودکشی. اما همش یه شکلی. ما هم که داریم همینو میگیم. همش سا او و هارا. فکر کنم اولی باشه. هادی. هارا ترکیه. هارا یه دیگه. یعنی کجا؟ بچه‌ها دیگه کنین، همشون آو و هارا رو دارن. ببینید چیزه، یه آدمیه آو کیگا. ببینیم وسطش کدوم به نظرتون نیگا نیگه؟ به نظرم واقعا اصلا منطق اصلا نداره، اصلا واردش نشیم. نه به نظر منطق نداره، یعنی همینطور در 24 باید بگیم، چون هر جوری فکر کنیم اصلا. میخواید بریم تو چالش گزینه کم کنیم؟ آخه بشه که چی بشه؟ گزینه حذف کنیم؟ من به نظرم یکیو بریم توش، اصلا همش یه شکلیه. بابا ناتو بگه دیگه. بچه من یک آواش خوبتره به نظرم. آو نیگاهارا. چالش نداشته باشیم. اونی که نه داره. اون اولیه به نظرم. آو نیگاهارا. آو کیگاهارا. اگو گی که آو کیگاهارا. به نظرم چهاره. آو کیگاهارا. چرا؟ چهار اگو آو گی کاکارا یا. گی کاهارا. اصلا ده بار اونو بگو. آو گی کاهارا. گی کاهارا. سخته. آو گی کاهارا. آقا یکی بزن، نمیدونم. کدوم بری؟ دو. من دو رو میکنم. نیگر هارا. دو اجماع. همشون آ دارن ها. ببین اون تنها. یه دو می... دو میگه آ و نیگر هارا. میتونه باشه یا نباشه. برای من چهارم بوده. اما دو. دو. آو کیگا هارا. ببین تعجب نکن. ولش تو هاگ اینقدر سواله. اصلا مهم نیست. کیگا هارا. کیگا هارا. خب از کیگاهارا تشخیص دادم. آقا من بسیار مشکوک شدم به کمند.
با همین سوال ژاپنی اصلا کلا همینجوری که مشکوکی بچا ببینید یه چیزایی به هممون اومده یه چیزایی نیومده ولی واقعا به خصوص شما که اینقدر با هم بیشتر کار کردیم تا با من همدیگه رو میشناسیم دستت باشه و چیزایی که کار کردیم خب ما کمتر کار کردیم تا شما دو تا یعنی که سالها با هم کار ولی کردیم ولی کم منو کم من کار کردیم من بعضیش واقعا اصلا روم نمیشه انجام بدم حالا خودتون بحث کنید میخوام بیام پیش رفقام بنویسیم رفقا بنویسید اسم کسی که فکر میکنید ناتوه رو بنویسید بعد بحث کنید میام من آشپزیش خوبه شغلی که آشپزیش خوب هست مچکم کمند و مطمئنم دست خوبه. خوبه من به این معروفم ولی این ملاک نیست میگم مثلا خودم هم دارم میگم چند تا گزین دارو کمند خیلی میشینه چند تاش خیلی رو هادی خیلی داشت مثلا هادی فسنجون و قلمت همچی خیلی خوب عالی من الان گیرم بیشتر از همه سر شنا کردن است کم نیست اون مسافتی که گفتی میتونه شنا کنه چقدر یه طول یه طول طول استخر دو تا طول استخر دو تا طول استخر یه کامل استخر نمیاد طول استخر من با این ریه نمیتونم دو تا طول شنا کنم نه واقعا خیلی زیاد یعنی خیلی بچه بیا همین الان امتحان کنیم نفسامونو اینجوری بگیریم ببینیم من زود نفس آخه بچه ها نیا کنید ناتو به ما نگفته طول کدوم استخر ممکنه مثلا 3 متر باشه اون یه حوزه دیگه 3 متر طولش میشه حوز این ماجرای کل بالا خوردنه و لای نردبون موندنه حقایق میشه آره بچه من هی مینویسم هی پاک میکنم دیوونه شدم فوبیای خفگی بگم من میاد همون دیگه داریم دیوونه میشیم ببینیم چی در این حال همه شقایق از اول بازی تا نصف سالا هی میگه شقایق آره الان دقیقه 90 میگه من تو خب نوشت دیگه میخواد یارخری کنه آقا الان اینی که زدی میده من میگه تو میزن اگه من باشم تو بزنی به من آره خب من نظرم من اجازه بدین همه نوشتین اینی که نوشتین این 100% نیست این یک بار میتونه تغییر کنه میشه؟ بله یه بار میتونه عوض شه الان وقتی که من گفتم همزمان میبینیم و بعد دوباره بگو مگو داریم اگه کسی اون موقع خواست رأیش عوض بکنه عوض میکنه و دیگه نمیشه تغییرش داد ببین شقایق هی قیافه تو میاد تو چشش که داری شنا میکنی قیافه من که دارم تو سونا خفه میشم آها بابا قیافه تو که زنگ میزنی اونجا همینجوری من خودم اقرار میکردم وقتی خب. ناتو بوده باشم که اقرار نمیکنم بگم خب من این کارو دوستان تخت آماده من میگم این شگردته که ما بهت شک نکنیم لطفاً از بازی بعد هفته بعد میدونم چه جوری لطفاً تخت ها آماده با شمارش من برگردونید 3 2 1 بله دو نفر معتقدند که خانم امیر سلیمانی شما ناتو هستید خب. شما معتقدی که هادی پس میتونم از خودم دفاع کنم بله شما باید سعی بکنید که قانع کنید حداقل یه رأی رو برگردونید بسن. من چند تا دلیل دارم برای اینکه آقای هادی کاظمی ناتو هست چون جدی هم شدم یک اینکه نفر اول دوستشه که دبیرستان باهاش دوست بوده و شناخت کامل روش داره رو میندازه بیرون خب دو میاد آقای کامران تفتی رو میده بیرون که با دو تا خانوم طرف باشه بتونه آه. یه ذره با احساسات باهاش برخورد کنه و میدونه که میتونه نظرشو در واقع
به کرسی بشونی. این شگردم از اول پیش گرفت که جوابا رو یهویی بگه که ما بگیم این که ناتو نیست، ناتو باشه که اینقدر واضح نمیگه. بعد هر سوالی رو جواب داد، هر سوالی که گفتن یه دونه میگفت توی، یه دونه میگفت منم، یه دونه یعنی با برنامه ما دوتا رو نگه داشت که ذهن ما رو بندازه رو هم دیگه. آره. از خودش مبرا بشین، آقایون هم نباشن که مثلا میشناسنش و میگن نه هادی تو اینجوری نبودی اونجوری بودی. من این دفاع میتونم از خودم بکنم و من واقعا من این سپند رو ببینم ببینم من چی شد. من سر سپند خیلی میذاشتم توی بچگی، ولی از بچگی اصلا یه معضلم الان اینه که از بچگی گفتن کمند خیلی خانومه، برای اینکه میرفتیم مهمونی دخترا وسط بازی میکنم من خیلی خانوم میشستم. شما اصلا به این معروفی واقعا؟ به خدا اینکه بعد الان یه وقت هم میخوام مثلا شلوغ بازی دارم دیگه روم نمیشه. آره. این قدرت رو ندارم، حجم ریم کوچیک، داروام تو کیفمه همینجا بهتون نشونم. آره اسپری توی دهانو. ببین من خودم الان ببین خود خیلی عجیب غریبه، مثلا هادی واقعا دستپختشو من اصلا با سر و صورت میخورم، مثلا فسنجونشو که مثالی گفتم واقعا یکی از لذیذترین فسنجونایی که شما میتونی بخوری فسنجونی که هادی میپزه. واقعا شنام که اصلا ما شاگردش هم محسوب نمیشه. من میاد زنگ بزنم در برم یا با آقای هادی کاظمی. حالا نه این به اون نمیخوره. اتفاقا اونجا بچه ها نظرشون بود که این به هادی میخوره، من چون از مظلومیتش خبر دارم نمیخوره. نمیدونم شاید هم طفل بوده این کارو میکرد، ولی بچه بوده این کارو میکرد، ولی حالا این یه دونه بهش نمیخوره. یا مثلا به شخصیت من میاد. نه اصلا به شخصیت من میاد قابلمه بردارم بیارم. آره. بزنم واقعا میاد. فانتزی های ذهنتون رو نمیدونیم، اینو همه تون میتونه باشه. شما موقعی سوال نگفتین فانتزیه، فقط شوفه رو گفتین رویاست. آه راست میگه، گفتین نواز، گفتین گفتین خودش گفتین نوازنده خوبی سازش روی قابل... نوازنده تنبک روی قابلمه. بعد یه چیز یه نکته بهت بگم شقایق، اینو تا تهش برو. سپند ساز تخصصش چیه؟ تنبکه. چرا تو خونه که یکی حرفه‌ای تنبک میزنه من باید بیام رو قابلمه بزنم؟ من از بچگی یه هنر دیگه ای داشتم، اجرا میکردم. ببین من خیلی هیت شدم. آره آره ببین من یه هنر دیگه ای داشتم از بچگی. آره. ببین اولا که در مورد من کاملا داری اشتباه میکنی، خیلی داری اشتباه میکنی. من شکم بیشتر رو شقایق بود، حتی اولی اسمم که میتونم بگم اینا رو دیگه. آره هر چی دوست. اولی اسمم که نوشتم شقایق بود، منتها از یه جا من سویچ کردم رو تو، دیدم یه سری چیزا تو جواب دادن یه خورده هی صبر میکنه که جوابا رو اول بشنوی ببین چه خبره، بعدم بیای توی بازی. خب اگه یکی رو بلد نباشم سوال من چی باعث شکت از خانم دهقان کم شه؟ از چی باعث شد که فکر کنی که نه اینا به خانم دهقان نمیخوره؟ یا چی پیش؟ کی نقش خانومای حواس پرت بی دقت و بازی میکنه همیشه؟ من یا ایشون؟ کی بلده بهتر نیست؟ خب الان که تو داری میگی میگم ایشون هم میتونه باشه، ولی من میتونم نظرم کلا عوض کنم. بله. یک با الان برای آخرین بار میتونی نظرتون رو تغییر بدی. خب دست میدم به تو اگه میخوای این کارو بکنی. بله هیچ دفاعی نداری از خودت. نه ببین هادی، من شما هم اگر بخواید نظرتون رو تغییر بدید دستمال بدم. نه من کماکان فکر میکنم که همینه. الان که هادی بیشتر به شک افتاد، دو دل شده، بیشتر هم فکر میکنم که احتمالاً کما که تو ناتو نیستی. الان یه چیزی بگم، همه خصوصیاتی که گفتی اتفاقاً به هادی میخوره و اتفاقا به کمند نمیخوره و اتفاقا فکر میکنم اگر کسی میخواسته اینو طراحی بکنه داره تلاش میکنه، اون کسی هم که سالار طراحی میکنه که ما رو اتفاقا از ناتو دور بکنه، وگرنه که جوری طراحی نمیکرد. اگه میدونستیم که همون اول ماجرا میگفتیم خب فلانی ناتوه اگه بهش میومد. یعنی در حقیقت طراح ویژگی هایی که ما هم اون ویژگی ها رو میدیم بهشون، اون طراح تلاش میکنه ذهن ما رو خیلی به ناتو نزدیک نکنه. میدونین چی من میگم؟ من میتونم یه سوال بپرسم؟ آره. تو خودت تا یه جایی به آقای تفتی مشکوک بودی؟ آره خیلی. الان اگه آقای تفتی بود به جای آقای هادی، باز میگفتی به من میخوره شرایط؟ من به کامران خیلی مشکوک بودم، دلیلم هم این بودش که آره یه ذره احساس کم خیلی عجله داره تو این که از خودش میخواد دفاع بکنه که بگه اصلا من نیستم، ولی خب آره اشتباه من هم این اشتباه کردم. آره منم به کامران رفتی رو متعجب شدم. اینه که اتفاقا مسئله اینه که خیلی اون ویژگی ها به هادی میخوره، به کمن نمیخوره، ولی باز هم میگم اگر
که اینطوری طراحی شده که شک از روی کمند برداشته بشه ممکنه کمند باشه. خیلی هاشم به من میخوره. خیلی هاشم به من. مثل چی؟ آشپزی مثلا. آشپزی کردن. مثل نوک پارا رفتن. ولی مثلا من سر آشپزی همونجا بود که سویچ کردم. میدونستم آشپزی تو خوبه. در حالی که خودت هم آشپزی هادی. حالا شما یه چیزی بهت بگم. زبان زده. بین ما به دلیل شناختی که همتون از من دارین نوک پارا رفتن بیشتر به من میخوره. نه درسته. به اونم میخوره. واقعا به تو چرا نمیخوره؟ به منم میخوره. خیلی خوب. به منم. پس اینم دلیل. قشنگ. خیلی خوب. به چه نتیجه رسیدی؟ من تنها دفاعی که از خودم دارم اینه که واقعا رانندگی نمیکنم و رانندگی هم دوست ندارم. پس من اصلا رویام نمیتونه علاقه مندی باشه. اصلا نه. گفت رانندم که. الان علکی بگی. بگم ممکنم دارم علکی میگم. ولی خب مثلا این به من میاد. من گفتم از رانندگی خوشم میاد. گفت عاشق شوفری جاده. نه تو که الان این شوفرم یا شوفر خوبیم تو آشپز خوبیم نه تو دلم آره مثلا رویام اینه که مثلا تو برای من رویام هم نیست. سوال میپرسم خانم دهقان شما نظرتون رو تغییر میدید؟ نخیر. پس دیگه فیکس شد؟ بله. دیگه به هیچ وجه هم نظرتون تا آخر عوض شد نمیتونید تغییر بده. خانم همیشون رو میانی شما چطور؟ نمیتونم بگم. نظرتون تغییر میدی؟ نمیتونم بگم. وقتشی که بگی. صبر کنین وقتی برگشتم. میبین. عادی جان، آی کاظمی عزیز. نظرتو تغییر میدی؟ 100%. 100%؟ بله. یعنی کرد من. بسیار خوب. همون رأیی که از قبل داشتم. تغییر ندادی خب پس 100% چی میگی؟ چرا یه بار رفتم یعنی با شاید دوباره به من رأی داده باشه کجا؟ ببینید. خب پس چه میگه تغییر؟ تا تابلوها رو نچرخوندید، تخته‌ها رو نچرخوندید، هنوز تغییر محسوب نمیشه حالا. مگه اینکه دیگه هم بگید هم دیگه بگید تغییر تغییر نمیدید دیگه من نوشتم دیگه نوشتی تغییر نمیدید بگردانید یه تغییر به سزا داشتیم. چقدرم بهت احترام گذاشتیم هر دومون. خواه شقایق جان من شو کمند. همون خوشید و گل من بود. کمند. کمند. من نمیشم شقایق جان دهقان. بسیار خوب تخته ها رو بدید که. ولی چون میشه کمند. نه. دیگه هیچ تغییری هم نمیشه توش داد. یه دستمالم زود بدم دستاتون رو پاک کنین. خب خانم دهقان بله بسیار خوب خسته نباشید بابت چی بابته چون تو رو خیلی دوست داریم اشکالی نداره حذف شده های عشق من تشریف بیارید خب خسته نباشید خسته نباشید خسته نباشید خسته نباشید عزیزم متشکرم خارا خارا مجید جان نظرت چیه ناتو کیه؟ به نظرم الان شما میتونید بگید ناتو کیه؟ بگو الان یه بعد بگم یواشاش بلند شد چمن جان شک داشتم تا آخرین لحظه الان نمیدونم الان گیج شدم واقعا؟ آره به خاطر ویژگیاش خیلی ویژگی ها مال همه میتونسته باشه خب چی؟ بله کامران ناتو که نمیتون خوش رفت بیرون به نظر من ناتو بود اول من مجید بود نوشتم کامران من خودم به تو خیلی مشهور بودم آره تعجب من محمد رضا رو نوشتم الان از بین هادی جان خانم دهقان و خانم امیر سلیمانی کدومشون ناتو به نظر من خیلی مشترک بود همه چیزایی آره که داشتن خیلی اونجا خیلی خیلی زیاد مشترک بود ولی تحلیل خانم دهقان تحلیل خیلی درستی بود که اینا رو گفته میشه که ما دور بشیم از ناتو آدمی که این تحلیل رو میدونه خودش ناتو به نظر من خب اینم ریاضی درستی بود اما رسیدیم به اوج و نهایت ماجرا ناتو بازی بلند شه و بیست باشه دیگه
خیلی ممنون از اینکه تونستم همتون رو بپیچونم. حالی شد بادم درست کنم بشکنم دوباره. خب بفرمید شقایم تو شدی که خسته شدی؟ بابا من ناته نیستم کمر نمیشی؟ نه آخه نمیشی. تو بیشتره. نگفتم. آفرین بهت. آفرین مجید گفت. خوب ولی ذهنمون رو دور کرد. آفرین. خدا وکیلی سرت خورده به سر یعنی. من باور کردم. عمو سعید انداختت. ببخشید. میشه بری روی الان حالا جلو 16 تا دور. بله بله لطفا. من برم باش هر چقدر میخوام. بابا این خانوم من گفت آمادگی جسمانی درست داری. های قدیم یادت دو تا اتاق تو در که بالاش یه چیز داشت. زیر اون چارچوبه. لای نردبون چجوری گیر کردی؟ این نردبون هست، این وسطش بسته نشد. رفتم راحت باشیم. رفتم، یعنی گفتم تو خونه گفتم این نردبون رو فیکس کنیم، گفتن فیکس کردیم. بعد من خیلی حرکتام تونده. تند رفتم بالا از وسط نردبون که رفتم این نردبون تا شد. با هم بالاش خورد توی سرم. سر من خیلی ضربه خورد. من اینجوری نبینم. تا شد. بعد من گفتم این نردبون بازه. گفتن چکینگ نهایی هنوز نکرده. به خدا اگه دروغ بگم تو خونه گفتن هنوز چکینگ نهایی نشده بود، نمیدونستم جو فرودگاه. و طوری شد که رفتم بیمارستان از سرم در واقع. بعد اون چیزی که گفتی قرص چیز بازرگیه و اینا میخوای راست گفتی؟ راست گفتم. ولی من طول استخ هم شروع میکنم، ولی استخ کوچیکا رو گفتم دو دور. ولی من تصورم این بود که زیرابی میره. نه دیگه بدون نفس گیری. کمند قشنگ چیز شده و سر قضو و فنی و شیطنت. من فسنجونه رو ازش باور کردم که گفت نمیپزم. گفتم خب راست میگه دیگه. آخه فسنجون قرمه سبزیش خرف میگه. همه جد دکتر زنده است. فقط شناگره. دکتری که زنگشو میزدی. اسم دکتره رو یادمه تو دوره دبیرستان. واقعا خوبیه. وقتی این فکت رو آورد اونجا امکان نداره کمند باشه. اسم دکتر یادته؟ آره نمیدونم. آخر چیز شدم و اشتباه کردم. بچه‌ها بازی قشنگی بود. خسته نباشید. راضی بودین از من؟ خیلی خوش بودی کمال. ببین من با دست و دلم داشت می‌لرزید اسمتو نوشتم. مطمئن نبودم. آره. من درست حد زدم. از اون اول درست حد زدم که خانم امیر سلیمانیه و همه خصوصیات بهشون می‌خورد. ولی چیزی که برای من کلن مسابقه و بازی رو جذاب میکنه این تضادیه که وجود داره و خودم خیلی لذت میبرم که اون شخصیت منفیه باشم که باید پنهان کاری کنه و دروغ بگه، چون واقعا توی زندگی عادی خیلی برام سخته بخوام یه چیز رو علکی بگم. خیلی همه ویژگی ها به هادی کاظمی هم میومد، همین یه ذره منو به شک انداخت که نمیتونه اینطوری چیده شده باشه که ما خیلی به هادی شک بکنیم. از اینجا شک کردم، کاملا تابلو بود، مردمو شک کرده بودم. خیلی باحال بود، خیلی کیف داد. اصلا فکر نمیکردم کمان باشه اصلا، و این احتمال دادم که ممکنه که کمند باشه، ولی باز کمند رو میخواستم بنویسم خیلی با دست و دلم میلرزید، میخواستم بنویسم، مطمئن نبودم. همه این مشخصات به هادی میخورد، یعنی هم آشپز خوبیه، هم شناگره، هم رانندگی دوست داره. باحال بود، وزه بود کمند. کم کم دارم پی میبرم، میتونم با تفسیرام رو آدم ها تاثیر بذارم. دیگه بچه تئاتر از بچگی اون سن بوده، پدرش برده کار کرده، باید همینه رو بهش فکر کردیم. خب نشد.
جالبه، نوازنده خوبیه. ساز تخصصیش میدونی چیه؟ تنبک. البته رو قابلمه. نگفته بالرینه، ولی گفته که میتونه رو نوک پاش راه بره. تعادلش هم به هم نمیخوره. آقا اینجوری بچه رو میندازن بالا قربون صدقه میرن. قربونت برن بچه رو اینجوری میندازن بالا. تو بچگی اینو انداختن بالا، کلش خورده به سقف. بعد بردنش بیمارستان. هر روز رأس یه ساعتی که مثلا ساعت یک بوده میرفته مطب یه دکتر زنگ میزده فرار میکرد. هر روز. این دیگه بعد از مدت ها میفهمه اون ساعت همیشه مطب تعطیل بوده. عاشق شوفریه. راننده جاده باشه. فوبیای ناتوی بازی میدونی چیه؟ خفگی تو سونای بخار. آقا ناتوی این بازی ببین چه توانایی داره. میتونه یک نفس طول یه استخر رو بره و برگرده. جمعش بیشترش به همه تون میخوره. الان ویژگی بعدش اینه که آشپز خوبیه و در کارهای خونه، امور فنی کارهای خونه و اینا هم قشنگ وارده. رفته بالای نردبون تاشو از اینا، نردبونه یه بسته شد اومده بینش گیر کرده. خیلی مزید الان میگه نکنه.